عزیز آقای سهراب چمنارا رو داریم، ویدیوهای ایشون رو. آقای چمنارا اگه اسکایپ چیزی روشن هست خاموش کنید، چون تصویرتون به اصطلاح جمپیه، یعنی جرت میچسبه اینجوری میشه، یا دوربین جدیدی گذاشتید. در هر صورت من تصویر شما رو نشون میدم، بعد خودتون متوجه میشید احتمالا اگر چیزی روشنه اونا رو خاموش کنید. دوستان عزیز با آقای سهراب چمنارا هستیم، ویدیوهای ایشون رو پخش کردم براتون. من انتقاد کردم، ایراد گرفتم از اون برنامه های مصاحبه هایی که ایشون میذاره. بعد یک دوستی یک ایمیل جمعی فرستاده بود که از پان ایرانیست ها بود و ادعا میکردن که 70 نفر در، حالا من نمیدونم، 80 میلیون نفر، ای کاش اقلا 80 نفر جمع شده بودن که میگفتیم یک در میلیون، ولی 70 نفر جمع شدن در پلتاک. دوستان عزیزی که پلتاک رو نمیدونن چیه، یه سیستمیه که الان دیگه کم کم هم به فراموشی سپرده شده، چون انقدر سیستم های کنفرانس های دیگه و اینها اومده که اون فقط همین برای دوستانی مانند آقای کیانزاد و دیگران هست، که ما حال نمیخوایم خدای نکرده اینجا بگیم ما بیشتر از اونا تکنیکی هستیم و بلدیم، چون از همه ما بهتر آقای مهندس سهراب چمنارا این تکنیک و اینها رو میدونه. ولی صحبت من با ایشون اینه، وقتی که نوشتم این همه، اون روزم خوندم براتون، این همه نشست گذاشتیم، به شوخی هم به جای این که بگم باز نشست گفتم نشست هممون باز شد. من وقتی هم میگم خودم هم جز اونا میگیرم. آقای کیانزاد و چند تا دوست دیگه بهشون برخورده، آقای چمنارا به نیابت از اونها گفته شما به من اجازه بدید تا من برم و حساب این سربی رو برسم. میکروفون در اختیار آقای چمنارا، هم درباره ویدیوی خودشون با اون خانم، اسم آقای خانم خورشید، با اون صحبت کنن منظور از این ویدیوها چیه، آیا پلنی برنامه دارید، و منظور از این پانیرانیست اینا چه حزبی هستن، مرامشون چیه، ما دیدیم اون ویدیوی بحرین و اینا رو، و برنامه فرداشون چیه، آیا این مثل نشست هایی که دوستانی که شطرنج بازی میکنن، تخته بازی میکنن، یه جا جمع میشن، یا واقعا اینها میخوان یه حرکت سیاسی اجتماعی انجام بدن. بفرمایید، خیلی ممنون که با ما هستید. درود بر شما جناب سربی، و سلام و درود دارم خدمت بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن. میهن قربان، تلویزیون مردم. مردم، بله. خب فرق نمیکنه، همه تلویزیون ها همه یکی هن، همه دوستان هم هستن. عرض کنم حضور انورتان که اول در مورد پان ایرانیستا بگم، پان ایرانیستا جبهه ملی تنها دو حزب قدیمی ایران هستند، حزب و جبهه قدیمی ایرانی هستند که الانش هم در ایران دفتر دارن و فعالیت میکنن. اصولا شما انتظار دارید که از یک عده‌ای که دور هم جمع میشن یه صحبتی میکنن، اینها بتوانند همین فردا در این مدتی که با هم بودن رژیم در ایران عوض بود، همچین چیزی نیست. اولا این جلسه پالتاک پان ایرانیست، من یک توضیح بدم خدمتتون، بعضی موقع 100 نفر، بعضی موقع 200 نفر، بعضی موقع 90 نفر میان توی این جلسه پالتاک، و در پالتاک یک موضوعی مطرح میشه هفته قبلش، و از یه عده دعوت میشه به مدت 10 دقیقه بیان در مورد اون موضوع صحبت بکن. این مدت هاست که ادامه داشته. جلسه قبل موضوع صحبت درباره منافع و مصالح ملی و نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. بنده یکی از سخنرانان اونجا بودم، مدت 10 دقیقه یک چیزی نوشتم و این الانم به اتفاقا میخوام تو این برنامه امروز از رو بخونم. دیگران هم صحبت کردن، 12 نفر دیگه هم صحبت کردند. حالا بعد خب اینها هم جز ایمیل لیست پان ایرانیست یه عده‌ای هستن، من جمله مثلا فرض بریم مثل رادیو مانی، ایشان هم گیرنده این ایمیل بود، همون چیزی که شما گرفتید ایشان هم گرفت، و تلویزیون میهن هم گرفته، شما هم گرفتید. منتها خب شما یک
مؤدبانه دادید که آقا این همه نشستید چه کار کردید، این همه بقیه نشستن، این همه همه در این 38 سال نشستن چه کار کردن. پان ایرانیست هم یکی از این هاست که داره به فعالیت خودش ادامه میده، ولی 38 سال که سهل، اگه 40 سال دیگه هم باشه، پان ایرانیست همین عقایدی داره که 70 سال پیش، یعنی همون موقع که شاید من و شما هم متولد نشده بودیم داشته. به هر حال این از این، این یک جلسه به اصطلاح مشورتی، همونطوری که شما هم یه دو ساعت برنامه میذارید میایید صحبت میکنید، یه نفر از شما سوال نمیکنه که آقا این دو ساعتی که شما میایید صحبت میکنید میخوای کجا رو بگیری. حالا البته شما نمیخواید رژیم عوض بکنی، ولی از شما این کسی سوال نمیکنه که آقا میخوای چی کار بکنی. خب شما خب اجازه بدید آقای چمنارا، آقای چمنارا، چون شما به من گفتید میخواین یه چیزی رو بخونین، من میکروفون رو در اختیار شما گذاشتم، ولی اینجوری که سوال میکنید بذارید اینا رو یکی یکی بگیم. شما اولا گفتید که اگه 70 80 نفر یه جای جمع میشن نمیشه ازشون پرسید فردا میخواین چه کار کنید. قربونت برم 40 ساله، به قول شما حتی 70 ساله این جبهه ملی و این پانیرانیست و حتی توی حکومت به اصطلاح خفقان اینا حزب دارن، خب باید یه برنامه برای فردا داشته باشن. و ضمناً اگر کسی به من زنگ بزنه از من سوال کنه آقا شما میخوای چی کار کنی، میخوای چه چیزی رو بگیری، میگم من هدفم این بود که وقت شما رو بگیرم و با موفقیت همین انجام دادم، وقتتون رو تلف کردم و پولشم دارم میگیرم از اون جایی که باید بگیرم. ولی این دوستان اگه شما ازشون سوال کنید هدفش شما چیه، پلنتون چی بوده، شما خودتون نقشه هایی که ما اون وقتا میکشیدیم توی برق رو کاغذ کالک و اینا واردید، اگر یک نفر میاد میگه که این نقشه ای که کشیدید تا کجاش رسیدید، شما میگی ما تابلوها رو ساختیم، شمش ها رو نصب کردیم، آمپرمتر رو، ولتمتر رو گذاشتیم، کلید کاردی رو گذاشتیم، به اصطلاح اون دیگه چی بود، کنتکتورها رو گذاشتیم، ولی نمیگید که ما فعلا یه پرده انداختیم روش و به شما نمیگیم. خب اگه به کسی نمیخواین بگین این برنامه مخفیانه است، همون بره مثل خمینی بشینن زیر یه درختی یه دفعه ظهور کنن. اگه مخفیانه نیست، حزب جنبشه، یه چیزی رو پویا هستن، به اصطلاح ایستا نیست. شما میگی اینا مثل ما 70 سال پیش، خب اگه یه حزبی 70 سال پیشش و امروزش یکی باشه که باید به حالش گریست، ولی اگه برنامه ای دارن شما به من بگید از ای بی تی تا زی و وای و اکس و اینا به کجا رسیدن، یا از الف تا یه امروز رو چه حرفی رسیدن. بفرمایید. حالا در یک کلمه خلاصه میکنیم، این برنامه روشنگریه. خب نتیجه روشنگری اینه که اگه اجتماع ایران روشنگری در اونا شروع بشه، باعث میشه که رژیم تغییر بکنه، این نهایتاً به اینجا میرسه. حالا شما اونو چه بذار کنار و بعد مسئله روشنگریه، من دارم میگم که ویدیویی که برای شما فرستاده شد موضوع صحبت اینجا این بود. بنده الان خودم جدا چندین گروه هستم، دور هم جمع میشیم، ساعت ها حرف میزنیم با هم، خب یه ده حرف میزنن در مورد کارهایی که میخوام بکنن، ما میریم با هم همین افر به روشنگری میزنیم. ولی خب شخص خود من که شما بهتر از هر کسی میشناسید که من یک هدف دارم و این هدف هم همینه، این میبینید؟ بله بله، اینه دادم، اینه به صورت نقشم که همین الان شما گفتید به صورت نقشه دادم، تغییر قانون اساسیه، اون چیزیست که تو که، ولی افرادی که آمدن 10-20 نفری که حرف زدن، 90 نفری که آمدن، اینها از گروه های مختلف هستن که با من بسیاری از اینها 180 درجه اختلاف عقیده دارن. ما هدفمون دور هم جمع شدنه و صحبت کردنه تا اینکه عقاید همدیگه بفهمیم، شاید از توش یه چیزی در بیاد. بنده اونجا میرم با وجودی که همم میدونن که من تغییر قانون اساسی هدفمه و فقط در مورد اون فعالیت میکنم و احیای ارکان هویت ایرانی، ولی خب میرم اونجا صحبت میکنم. چون موضوع از این قرار بود، بنده این چیزی که الان اینجا نوشتم اگر اجازه بفرمایید میخوام این رو بخوانم و حدود 9 دقیقه و 30 ثانیه است. بفرمایید.
منافع و مصالح ملی و نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. وقتی این موضوع را آقای دکتر کیانزاد برای من فرستادن، چون می دانستم باید در 10 دقیقه سخن بگویم، متنی را تهیه کردم که از رو بخوانم. این متن هست و اگر خواستید آن را بعداً برایتان ایمیل می کنم و در تلگرام خودم می گذارم. فکر کردم باید حرفی زد که یک جمع‌بندی از دانسته ها و آنچه که مردم کوچه و بازار در داخل ایران می دانند باشه. اول باید مصالح ملی را از موضوع سخنرانی پاک کرد، چون در 40 سال گذشته اگر حرف از مصالح ملی در این رژیم بزنیم یک شوخیه. برای تجسم موضوع مصالح ملی مجسم کنید شخصی وارد غار علی بابا و 40 دزد بغداد بشه و بخواد از مصالح ملی شهر بغداد برای اون 41 نفر صحبت بکنه. مسلم بدانید 41 نفر دزد فکر میکنن این شخص یه برنامه فکاهی میخواد اجرا بکنه. به هر حال بعد از جنگ 8 ساله آنچه را که اتفاق افتاد باید از زبان رفسنجانی که لقب دیگر ایشان آیت الله بیزنسمن بوده باید شنید. آقای رفسنجانی تنها طلبه پولدار فیضیه بود که خانواده ایشان به اصطلاح ثروتمند و یک باغ پسته نیم هکتاری در رفسنجان داشتند. سالهاست که همه می دانند این خانواده چند 10 میلیارد دلار فقط نزد سلطان برونه به امانت گذاشته. آخوندها در دفاع از ایشان می گفتند که ایشان از اول خانواده ثروتمندی بودند. حالا بگذاریم، ولی آقای رفسنجانی 30 سال پیش می گفتند که بعد از جنگ ما فکر کردیم با این نیروی 1 میلیونی که دفاع مقدس را مدیونشان بودیم از جبهه برگشته چه کار کنیم. هم نیروی انسانی معتقد و هم وسیله داشتیم. خب تا اینجا درست. لذا با تشکیل شرکت خاتم الانبیا سپاه دوران سازندگی ایران را شروع کردیم. رفسنجانی که میگویند آخوند واقع گرایی است، به خوبی نصیحت ارسطو به اسکندر را در نظر داشت که برای کنترل اوضاع ایران بزرگ باید افراد ناشایسته را در رأس امور بگذارد. به مرور هر کار بزرگی از لوله‌کشی گاز و نفت گرفته تا تلفن و راهسازی و فرودگاه‌سازی با ترک مناقصه به خاتم الانبیا داده شد. در پایان جنگ فرسایشی 8 ساله برای مردم ایران، پایان جنگ آنقدر امیدوار کننده و شادی آفرین بود که ترک مناقصه و دادن همه کارها به سپاه آنچنان ناگوار نبود. در میان این کارها سپاه مناقصه‌های اصلوی همون پارس جنوبی و بخورهای میلیاردی و سایر کارهای خاتم الانبیا که قراردادهای چندین میلیارد دلاری با دولت می‌بسته و به نصف قیمت کار را از دست دوم به شرکت‌های چینی و مالزی و اندونزی می‌داده و آنها هم با برداشت 30-40% کار را به شرکت‌های کننده کار در داخل ایران که بنده خیلی از آنها را خوب میشناسم و دوستانم هستن میدادن. ولی آنچه که سپاه و خاتم الانبیا در مورد سدسازی و کشاورزی در ایران کردند، نسلهای آینده ایران با لعنت از آنها یاد خواهند کرد. سخنرانی های زیادی در این مورد هست، ولی ویدیوی جدیدی از یکی از استادان دانشگاه ایران اخیراً دیدم که ایشان پیشنهاد میکردند باید در بیابانهای ایران قرارداد سدسازی با سپاه بسته شود و بعد از ساختن سد آن را خراب کنند و دوباره بسازند. آخرش هم میگه تو را به خدا دست از سر مردم بردارید. آنقدر در چند سال گذشته درباره آبهای زیرزمینی و کشاورزی، ریزکردها و خشک شدن دریاچه‌ها و تبدیل بلوچستان و خوزستان و آذربایجان به بیابان در 20 سال آینده گفته شده که ما وقت نداریم در اینجا به آن بپردازیم. آنقدر درد دل داریم که ناخودآگاه از بحث اصلی خارج می‌شویم. ولی درد دل مردم ایران و حتی آنها که در جبهه جنگ جانفشانی کردند این است: آیا نتیجه آن همه جانفشانی سپاه و 1 میلیون کشته و زخمی جنگ این بود
که یک آشپز چاق و چله سپاه در پشت جبهه یعنی رستم قاسمی بعد از جنگ بشود فرمانده سپاه خاتم الانبیا و بعد وزیر نفت احمدی نژاد و بعد با چند نفر دیگر از سران 20 میلیارد دلار در برزیل سرمایه گذاری کند و یا آقای احمدی نژاد سپاهی تیر خلاص زن خلخالی در کردستان و موتور سوار اطلاعاتی قبل از شهردار شدنش و رفیق دوست و چند شریک دیگر 15 میلیارد دلار در ونزوئلا شهرسازی بکنند. اینها را که عرض کردم مردم در داخل ایران و سپاهیانی که در جبهه جنگ بودند و الان از بیکارهای رژیم هستند و بسیاری از سپاهیان می‌دانند، همه می‌دانند آقای رستم قاسمی رئیس خاتم الانبیا و بعد وزیر نفت احمدی نژاد آشپز پشت جبهه بوده و هرگز فرمانده 4 نفر هم نبوده به غیر از آشپزهای بردستش. او را در گوگل سرچ کنید، فقط به قیافه و هیکل چاق او نگاه کنید. حالا در ویکیپدیا که سوابق ایشان را جمهوری اسلامی در ویکیپدیا نوشته، متولد سال 1343 در سال 1360 در سپاه استخدام می شود، یعنی 17 سالگی حتما دیپلم هم نگرفته. از دانشگاه شریف همان موقع که آشپزی می کرده درجه مهندسی می گیرد و بعد از مدیریت چندین شرکت بزرگ می شود رئیس خاتم الانبیا و بعد وزیر نفت احمدی نژاد که در ابتدای کار روحانی برکنار می شود به علت سوء استفاده مالی و در برزیل در حساب مشترکشان با قاضی مرتضوی کهریزکی و وزیر ارشاد اسلامی احمدی نژاد 11 میلیون دلار فقط در حساب مشترکشان دیده می شود. امروز هر سپاهی و حتی مردم کوچه و بازار هم در ایران این را می دانند که 20 میلیارد دلار سهام پتروبراز، بزرگترین شرکت نفتی برزیل، متعلق به همین آشپزباشی پشت جبهه های جنگ 8 سال است. همه می دانند احمدی نژاد و شرکا هم بین 20 تا 30 میلیارد دلار در ونزوئلا دارند. البته اینها جزئی از آن 700 میلیارد دلار هستند که آقای روحانی چند سال پیش گفت که در دولت‌های قبلی معلوم نیست کجا رفته. حالا چه کار باید بکنیم؟ اینجاش گوش بدید. بنده نمیخوام با اون ابراز عقیده همیشگی خودم این ذکر مصیبت رو به پایان بیاورم، ولی ناچارم گفته امام جمعه تهران آن آیت الله گردن کلفت عضو اصلی مجلس خبرگان آیت الله خاتمی را اینجا تکرار کنم که ویدیوی آن را در ابتدای چندین ویدیو خودم در یوتیوب گذاشتم که گفت فرقی نمی کند که کی رئیس جمهور بشه، هر کی بیاد مجلس، هر کی بیاد دولت، هر کی بیاد در نهادها، این مملکت بر اساس یک چارچوبه اداره میشه و آن چارچوبه قانون اساسیه. با سپاس، تمام. این سخنرانی 10 دقیقه ما 9.7 ثانیه در پالتاک پان ایرانیست بود که به صورت یه ویدیو 2 ساعته برای همه فرستاده شده و من جمله شما. حالا بفرمایید سوالتون رو بپرسید. خیلی ممنون. شما گفتید که ما میخواییم به اصطلاح روشنگری کنیم. روشنگری مثلا توی آمریکا ماجراییه که مردم خبر ندارن، یک سازمانی، یک ژورنالیستی اون رو باز میکنه، سر و صدا ایجاد میکنه. هدفش از اون باز کردن و سر و صدا اینه که نتیجه‌ای بگیره و دیگران بفهمن که اگه دزدی کردی مثل این رسوا میشه. حالا شما چیزایی که گفتی به نظر من تمام چیزایی که ماها میدونیم یا حداقل من میدونم که از صبح تا شب دارم با این خبرها به اصطلاح دست و پنجه نرم میکنم و اینکه آقای قاسمی آمده، حالا باز این حداقل 17 سالش بوده و رفته آشپزی کرده، حداقل یه گرمای اجاقی خورده و کار کرده و یه مقامی گرفته، ولی اونایی که آقازاده هستن اینور اونور
اینا همه رو هم میدونی. آخرش هم شما چقدر قشنگ گفتید، گفتید ما اینا رو گفتیم که ببینیم حالا چه باید کرد. من میخوام به شما بگم 70 نفر که شما فکر کنم یکی از جووناش باشید، معمولا از شما مسنترن، از من مسنترن، نشستید در پلتاک اینا رو گفتید، اون قسمت چه باید کرد. والا حالا اگه اینا هستن، اونی که احتمالاً اون هم آقای تیمور لنگ دیوانه بود برای شما نوشته بود این حلبی، فکر میکنه اگه به فامیل من بگه سوربی بگه حلبی، مثلا من چیزی ازم کم شده. من هیچ اشکال ندارم اونی که معتاد و الکلیه اون فکر به حال خودش بکنه، که حالا هم که رفته اونجا مجبوره فامیلش رو به جای بهبهانی بگه من شهشهانی بودم، مامور آمار اشتباه، مامور احوال ثبت احوال اشتباهی نوشته بهبهانی. چه باید کرد آقای چمنارا؟ این دوستان گفتن ما حالا که فهمیدیم قاسمی اینجوری شده، یکیشون گفت آقا من عمرمو کردم، بچه هم بزرگ شده، نوه هم بزرگ شده، من میخوام برم پدر سوخته قاسمی رو از بین ببرم. یا گفتن که خب دوستان خسته نباشید، هفته آینده دوباره در پلتاک با چاییاتون بیان. چه باید کرد؟ اینو برای دوستان بگید. بله بله، چه باید کرده؟ خب خودم بارها گفتم کتاب 2020 من که جناب عالی به اصطلاح که از مبلغینش بودین هست اونجا. ما برمیگردیم دوباره برای چه باید کرد، اینجاست. تغییر قانون اساسی، یعنی همون حرفی که آقای خاتمی هم گفت، گفت آقا فرقی نمی کنه، این قانون اساسی ماست. یعنی هرچه دزدی اینجا میشه، هرچه برنامگی میشه، هرچه اسمشه میخواییم بذارید، هر کاری که اینا میکنن طبق قانون اساسی جمهوری اسلامیه. منظورتون از آقای خاتمی رئیس جمهور نیست، اون خاتمی هست که نه این خاتمی با اون خاتمی اینی که امام جمعه هست. نه اون گردن کلفته، من گفتم این امام جمعه تهرانه. بله، ضمناً آقای خاتمی هم مثل که به حصر خانگی پیوسته و ایشون هم بله ایشون هم همینطوری میفرمایید هست. بله. چه باید کرد؟ البته من اینجا نیومدم از طرف حزب پانیرانی صحبت کنم، من اومدم از طرف خودم صحبت کنم. منم یک پانیرانیست هستم، یک عضو، چون به اعتقاد من یکی از اولین سخنرانی‌های من توی همین پالتاک پانیرانیست همین بود که همه ما پانیرانیست هستیم، حتی شما آقای سرمی شما پان ایرانیست هستی. بله. اونجا خب اینها اون اسم از 70 سال پیش روی خود جان گذاشتن، چه بسا من ببینه توی یک برنامه یک سخنرانی 20 دقیقه‌ای صحبت کردم. حتی من گفتم این پان ترک ها، من های اون پان استانبولی ها، پان ترک ها پان ایرانیست هستن، پان قومی ها، پان اصفهانی ها، پان هر کسی اسم پان، یعنی پان یعنی دوستدار، همه ما دوستدار ایران هستیم. مدا بحث سر اینه که هنوزم که هنوزه بعد از این 10-12 سالی که من در مورد قانون اساسی صحبت میکنم، هنوز عده هستن مخالف این عقیده من هستن و من با همهشون هم دوست هستم، میرم اونجا بد و بیرام حتی میشنوم، مسئله نیست. من گفتم هدف من تغییر قانون اساسیه و من اینجام زیر این چارت نوشتم آقای سربی. برای شما من این چارتتون رو نشون دادم. بله. که با اشاعه هدف قانونه با جدایی دین از حکومت و ارکان چهارگانه هویت ایرانی باید اول زنده بشه. یعنی در ایران ما باید ارکان چهارگانه که فرمان زرتشت و اعلامیه کوروش و شاهنامه فردوسی و قرآن راستین هست، اینا رو اول در ایران باید در این 2 سالی که در سال 2020 اون جنبش شروع خواهد شد، اول جامعه رو باید آماده بکنیم. که این عقیده منه، هر جا هم که برم صحبت بکنم، منتها در بعضی جاها که میرم همون اول صد تا حرف از قانون اساسی میزنم بیرونم میکنن. یک جاهایی که میفهمن که آقا من یه پان ایرانیست هستم، بنابراین با وجودی که یه عده زیادی هم با من مخالف هستن، میگن آقا دوباره بیا در مورد این مسئله صحبت کن، ما میریم اونجا صحبت میکنیم. ما الان در چندین گروه هستیم که در هر جمعه تو هر جا که میرم از قانون اساسی حرف میزنم، که حتی همین خانم نورشید که مصاحبه آخرم باشن برای شما فرستادم، گوه های چمنارا من واقعا در دست شما عصبانی هستم، من از شما در مورد کره شمالی صحبت میکنم، شما مسئله رو برمیگردانید به قانون اساسی. گفتم بله، هر چیزی که مربوط به ایران میشه مربوط به قانون اساسیه. بخاطر خود آیت الله خاتمی گفته این مملکت بر اساس یک چارچوبه داره میشه و اون چارچوبهش قانون اساسیشه. بعد حتی با ایشان من یه
پیشنهادی کردم، گفتم خانم نوشید یک کاری میکنیم، شما هر کاری که اینا میکنن من میشم وکیل مدافع اینا. منتها وکیل مدافع کسیه که فقط نگاه قانون میکنه و بر اساس قانون از متهم دفاع میکنه، کاری نداره که کارش خوبه یا بده. شما حرف دزدیشان، اسید پاشیشان، نمیدونم اعدامشان، هر چی میزنید، من این قانون اساسی جمهوری اسلامی اینه میذارم جلوم و بر اساس این قانون اساسی از متهم دفاع میکنم، کاری هم نداره. و اگه شما که البته این حالا مانده این از اینه. آقای چمنارا، شما تو صحبتاتون گفتید که اون یکی از وزیران یه دکتری بوده گفته که سد بسازین و خراب کنین و اینها. من فیسبوک شما رو دارم نشون میدم، اینا رو فیسبوکتون هم هست یا بله الان بالای فیسبوک هم که دیروز این خبرش آمد، آقای کلانتری این وزیر کشاورزی زمان آقای رفسنجانی خاتمی بود، بله اینجا نوشته که کلانتری گفته که آب در ایران از مرحله بحران گذشته و خاک کشور در شرایط بحرانی است. دوستان وبسایت آقای سهراب چمنارا رو نشون دادم، بخونید اینا رو. یکی دو تا ویدیو آقای چمنارا مایل هستن که نشون بدن. متاسفانه یوتیوب اذیت میکنه وقتی که ما ویدیویی رو میذاریم. همین امروز یه دوستی از کانادا گفت مثلا توی قسمتی از کانادا ممنوع میکنن، یه قسمتی از اروپا ویدیو رو ممنوع میکنن و به همین خاطر ما فقط رجوعتون میدیم که برید کجا، رفرنسش اونجا هست روی روی فیسبوک آقای سهراب چمنارا. ضمناً این عکسی هم که بهتون نشون دادم درباره قانون اساسی، بالاش یه وبسایتی رو زیرش خط کشیدم به نام قانون.org، خیلی ساده است، GHANOON.org. اینم وبسایتیه که آقای چمنارا نوشته های خودش و دوستانشون رو اونجا میذارن. حتما درباره این صحبت هایی که ایشون کردن، خیلی قشنگ امروز یه چیزی رو گفتن که خانم یا آقا شما بیا بگو کار اینا غیرقانونیه. من میگم کار اینا قانونیه بر اساس قانونی که خودشون گذاشتن. این خیلی عالی بود. همین چند روز پیش توی آمریکا یک کسی که غیرقانونی اینجا زندگی میکرده یه خانم جوونی رو کشته، ولی هیئت جوری و دادگاه گفتن ما چون باید بر اساس قانون رأی بدیم، قانون میگه ما باید اینو تبرئه کنیم. دوستان یه مقداری از عصبانیت، از احساسی بودنتون، خود منم باید روش کار کنم، کم کنید، به منطقی بودن، به قانونی بودن فکر کنید. اگر قانون بده باید قانون رو عوض کنید، نه که بگیم خب این قانونه که اجرا کرده فعلا یکی رو بکشیم، دومی هم بترسه، سومی هم بترسه، الی آخر. در اصل من ممنونم از آقای چمنارا که با همه مخالفتایی که من با ایشون دارم، با همه دردسرایی که بهشون میدم، ایشون عین یک برادر بزرگتر، والا فکر کنم اگه برادرم بود تا حالا از من قهر کرده بود، ولی با صبر و حوصله به من جواب میدن. من به نوبه خودم از شما ممنونم. و ضمناً آقای صدرالاشرافی هم نوشته بود در رابطه با همین آقای کیانزاد و دوستان دیگه، و ایشون هم از شما یه مقداری به اصطلاح شکایت کرده بود. امیدوارم شما هم در رابطه با رفتارتون با آقای صدرالاشرافی یه مقداری این ایامی که الان کریسمس داره نزدیک میشه و اینها با دوستی و با مهر، ولی میتونید به عنوان دوتا مخالف، و من اینجا حاضرم گواهی بدم که آقای صدرالاشرافی نه تجزیه طلب هست نه به اصطلاح پانتورک هست. و ایشون آقای اجازه به توضیح بدم، البته نمیخوام در مورد آقای صدرالاشرافی نه بگیری ایراد نداره، بعد از اینکه ایشان بندر جاهل خطاب کردن، من همیشه اگر یادتان باشه در تلویزیون میهن ایشان ابرمرد خطاب میکردم، و منتها ایشان شروع کرد در ویدیوهایی که از 2 سال پیش شروع کرده فحش دادن به رضا شاه و کوروش، و اون عکس فرستاد برای شما، عکس سر بریده و نمیدونم که زرتشت زمان سعدی درست شده، کوروش خونخوار بوده، از پیشوری ویدیوش هست، ویدیوش برای شما فرستادم، شاهنامه فردوسی مزخرف، همش ضد مردم آذربایجانه، و بعد نقد علمی ادیان و این چیزها.
من اولش با ایشان خیلی مارکو آقا یادمه. بله حالا من میگم شما بالاخره با هم دوست باشید بهتر از اینی که اجازه بدید آخرین بار از ایشان خواهش کردم، ایشان چون وقت نداره، چون برای شما نوشته که من گرفتار مشکلات عادی زندگی سر، گفتم آقا از ایشان چند تا سوال بکنید و ایشان آریانه جواب اینه بده. ایشان گفته زرتشت همانطوری که گفته اید آیا زمان سعدی درست شده سواله آریانه، آیا کوروش، داریوش و شاهان خامنشی همانطوری که گفتید خونخوار بودند آره یا نه، آیا اشعار شاهنامه فردوسی همانطوری که گفتید ضد ترک و مردم آذربایجان است، و دو تا سه تا شعر پیدا کنید به من بدید، آیا می توانید چند شعر در شاهنامه در تایید این ادعای خودتان ذکر کنید، آیا هنوز معتقد هستید که برنامه‌های دینی شما در تلویزیون میهن اسمش نقد علمی دین است؟ اینها حالا سوال زیاد هست. بله. آیا به نظر شما همونطوری که در مورد خیام فیلسوفه، من با ایشان دعوایی ندارم، حالا ایشون قول داده که چون مسئله مسافرت و اینها بوده وقتی که یه مقداری خواستن از ایشان، دو ساله داره ویدیو تهیه میکنه در تلویزیون میهن. اتفاقا پری روز یکی از دوستای خیلی خیلی بزرگوار من از پاریس به من چه که آقا تو بس کن اینقدر دم... حالا اون معتقده که من صدرالاشرافی مشهورش کردم، گفتم آقا من اصلا خودم کسی نیستم که کسی، من ایشان میره تو بی بی سی سخنرانی میکنه، نمیدونم میرن شورای چیز اول در ترکیه درست کردن الاحوازی و البلوچی و الازربایجانی میبرن اونجا، حالا هم رفتن در کلن آلمان دو ماهی ما پیش جلسه تشکیل دادن. آقا اینها رو ببینید، شما که خبرنگار هستین و مردم برید تحقیق بکنید که این شورای دموکراسی خواهی که ایشان تشکیل داده مرام نامش چیه، همونطوری که شما هر بند مرام نامه میبینید، میبینید که آقا ایشان میرن اونجا صحبت میکنن، به فردوسی بعد میگن، به کوروش بعد میگن، به رضاشاه بعد میگن، به زرتشت بعد میگن، دین اسلام اینطوری میکنن، قرآن اینطوری میکنن، بعدش ما گفتیم آقا ما از کوچیک شما هم هستیم، فقط این چهار تا سوال ما رو جواب بدید. منتظر پاسخ آقای ضیاء صدراشرافی خواهیم بود. از شما ممنونم که با ما بودید. این ویدیو تا یکی دو ساعت دیگه روی یوتیوب میره، ولی روی فیسبوک از همون زمانی که شما اومدید هست و باقی خواهد موند، مادامی که فیسبوک اجازه بده، چون اینا هم قانوناشون هر روز عوض میشه. در صد ممنون که با ما بودید. دوستان عزیز حتما نظرتون در درباره این ویدیو، چه با پیام تلفنی، چه با تکست، چه با ایمیل، چه با فیسبوک بنویسید. از آقای چمنآرام خواهش میکنم لینک جان شما نیم ساعت الان صحبت میکنیم. بله بله وقت ما تمام شده. اگه میخواین صحبت کنید نه میتونیم بریم. من امروز برای شما بله نه، چون آقایی که یک سوالی در اسکایپ کرده بودن که گفته بودن شما در مورد قرآن یه سوالی کرده بودن که این سوال من فقط میخواستم جواب ایشان داده باشم در مورد قرآن. بفهم. ببینید قرآن من کار محقق قرآن و اینها نیست، من کاری کردم این قرآن بر اساس تاریخ نزولشان که این هم دوباره کار مشکلی نیست، این تاریخ نزول آیات در هر جایی که بخواید تحقیق بکنید هست، اینها همه هستن. من این آیات را مرتب کردم و وقتی که مرتب کردم خواندمش یک کشفی برای خودم کردم که این قرآن شد بیوگرافی حضرت محمد، یعنی از زمانی که قرآن به ایشان نازل شده تا زمان رحلتشان تمام وقایع زندگیش در این 23 سال شما در قرآن کرونیکال یا قرآن راستین به فارسی و کرونیکال به انگلیسی میتوانید پیدا بکنید. اینو چاپ کردم و برای دانشگاه الازهر فرستادم، برای آیت الله سیستانی فرستادم، برای دانشگاه اسلامی اینجا فرستادم، هیچ کس مخالفتی نکرده، یعنی حتی آیت الله ها میگن که آقا کار غلطی ما نکردیم، اینها رو فقط مرتب کردیم. گفتم آقا اینه قرآن به فارسی بخونید تا بفهمید چی نوشته، نه اینکه یه احمقی بیاد، یه آخوند احمقی بیاد بره رو منبر بگه آ در قرآن 5000 آیه هست در مورد اماما، در حالی که همچی چیزی نیست، اصلا یه آیه هم در مورد اماما نیست. حالا بگذاریم از این حرفا. بعدن ایشان میگه آقا شما سند دارین این
قرآنی که میگه آقا سند چی؟ قرآن همین قرآنی است که الان 1400 سال داره خوانده میشه ما مرتبش کردیم. یک، بنده که نرفتم اون قرآن تازه کشف شده دو سال پیش که در دانشگاه بیرمنگام کاربون دیتینگ کردن اون نگاه بکنم، که هیچ چیزم نتوانستم بخونه چون به خط کوفی نوشته بود و من وقتی خط کوفی قرآنهای اصیل به خط کوفی یعنی با حروف صدادار نداره، بنابراین غیر عرب نمیتونه، حتی خود عربا اگر این قرآن بهشون دستشون بدی نمیتونه این قرآن رو بخونن، به خاطر که ما ایرانی ها وقتی که مسلمان شدیم برای اینها دستور زبان درست کردیم برای عرب ها و حروفی اضافه کردیم به قرآن که این قرآن الان قابل خواندن هست، به علت کوششی بوده که ما ایرانی ها کردیم و درسی بوده که به عربا دادیم. به هر حال این جواب این دوستمان هست. در ضمن من برای شما گفتم یک خانمی بود، خانم معمولی اصلا فلبداهه، یک مخبری در خیابان رد میشه و داره با تلفنش ویدیو تهیه کرده داره مصاحبه میکنه با این خانم. خانم اصلا گفت آقا همه دزدی ها رو ما میدونیم، همه شون دزدن، ما همه خبر داریم. این ویدیو البته لازم نیست الان پخشش بکنید چون این توی فیسبوک من هست، شما میتونید این خانم ببینید 3 دقیقه است، اینه نگاه بکنن دوستان ما، میبینن که آقا مردم در کوچه و بازار در داخل ایران اطلاعاتشون خیلی بیشتر از من و آقای سربیه که حتی محقق هم ایشان هستن و خبر جمع میکنن و خیلی از این تلویزیون‌های لس آنجلس بعد از اینکه اخبار از ایران دستشون میاد یه ما بعدش تفسیر و تحلیل میکنن در مورد اینا، همه خبر دارن. یه ویدیو دیگه من برای شما فرستادم، کلیپ‌های مختلفی از توی این جمع کرده بودم، یکی در مورد اون فلسفه بود که یکی از دوستان که حالا می‌خواید در مورد این آیتمایی که تو اون کلیپ هست که دوستان میتوانن نگاه بکنن صحبت کنیم، وقت داریم بکن 20 دقیقه که من باید در خدمت شما باشم. بله من اون ویدیو رو هم میذارم کنار تصویرتون که دوستان ببینن، امیدواریم که یوتیوب اذیتمون نکنه. بفرمایید. نه یکی در مورد آقای که استادای دانشگاه در یک جماعتی صحبت میکنه که وقتی حرف از کوروش میزنه همه دست میزنن، فقط آخوندهایی که جلو نشستن حرف نمیزنن و ایشون میگه آقا ما به شما ثابت میکنم که فلسفه از ایران و افلاطون تحت تاثیر فلسفه افلاطون بوده. هیچ کس در این مورد صحبت نکرده که من اینجا میخوام در همین یک دقیقه همین موضوع فلسفه رسید بودن که فلسفه از ایران رفته با یونان. حالا دلیلش چیه؟ دلیل ساده به زبان ساده منی که نه فلسفه بلدم نه منطق بلدم نه درسش خواندم، خودتون بهتر میدونه من یه کارگر مهندس هستم، اطلاعاتم فرمود، خب یه نگاهی کردم از خودم یه سوال کردم که دین اول به وجود آمده یا فلسفه؟ و همه میگن که آقا اول دین به وجود آمده چون اصلا فیلسوفی وجود نداشته زمانی که 3500 سال اصلا یهودیت درست شده، 4000 سال 10000 سال که زرتشت بوده، بنابراین دین اول بوده بعد فلسفه. خب سوال بعدی اینه که شما به من بفرمایید اولین کسی که فیلسوف بوده کی بوده؟ فیثاغورس. بله ما فهمو فیثاغورس اولین کسی که اسم اصلا لغت فیلسوف، اولین کسی که فیلسوفان، فیثاغورس 100 سال قبل از سقراط بوده. یعنی حالا فیثاغورس وقتی که شما داستان زندگیشه در ویکیپیدیا که لااقل در این مورد درست نگاه کنیم میبینید که یه جوان 22 ساله بوده، اول میره مصر و بعد میاد به بابل و بعد در بابل داریوش میبینه جوان فهمیده و مهندس خوبی هست، اینه ور میداره میبره تخت جمشید و این تمام کارهایش از این آخ بخاطر که ما بیچاره ایرانی ها هیچ کس نیست که از ما دفاع بکند امروزه، همه میگن آقا مثلا فیثاغورس اینه، در حالی که آمده توی بزرگترین شاهکار مهندسی دنیا این تخت جمشیده، یعنی الان تحقیق کردن در موردش میبینن که آقا این کارهایی که اینا کردن اصلا، حالا وقتی که شما در مورد اهرام مصر اینه همه طوری که اصلا این عملی نیست، اهرام مصر متعلق به 10-12 هزار سال پیش، اصلا ربطی به این فرعون و اینا نداره، اینا این چی داره درست کردن برای تولید الکتریک اون چیزای
فضایی که آمدن زمین، اینها رو درست کردن و بعد اینا فرعون وقتی که آمده 3500 رفتن خودشون اینجا قبر کردن. حالا میگه اینا فرعون درست کردن، نه اینطوری نیست. فیثاغورس بعد از کارآموزیش در ایران، ببینید، و در اون موقع دین آیین زرتشت در ایران بوده، بنابراین این تحت تأثیر فلسفه آیین زرتشت بود. حالا من چرا میگم آیین زرتشت فلسفیه؟ به خاطری که همه فیلسوف های همین 300 سال گذشته، 400 سال گذشته در اروپا معتقدن که زرتشت تنها دین فلسفی تاریخه. متوجه هستید؟ بنابراین فیثاغورس اون چیزی که یاد گرفته و رفته یونان، بعدن تحت تأثیر آموزه های زرتشت و فلسفه ایرانی بوده و اولین کسی است که خودش فیلسوف نامیده. حالا فیلسوف هم از دو لغت فلاس، فیلو، فیلو یعنی دوستدار، سفی یعنی علم. این نمیخواسته، خیلی آدم وارسته‌ای بوده، نمیخواسته با خودش بگه من دانشمند هستم، گفته من دوستدار علم هستم و این لغت فیلسوف از اینجا آمده. خب این سقراط اولین فیلسوف یونان بوده، بعد از فیثاغورس اولین فیلسوف یونان بوده. 100 سال بعدش سقراط میاد و سقراط دانش آموزش افلاطونه و دانش آموز افلاطون ارسطوئه. یعنی این فیلسوف هاییست که شما در یونان میبینید که ارسطو معلم اسکندرم بوده. خب شما ایشان داده گفت من ثابت میکنم که افلاطون تحت تأثیر فلسفه ایران بوده. بله به این دلیل بوده، منتها خب ویدیوش من دیگه ندیدم، ولی این استنباط شخصی خودم در مورد فلسفه است و شروع فلسفه از داخل ایران بر اساس تعالیم آموزه های زرتشت بوده. بعدش در مورد مقام کوروش یه صحبتی میشه بین چند تا از دانشمند مثل آقای فرهنگ و اینها که صحبت میکنن اون شنیدنیست که در تورات تنها شاهان زندهی که یعنی واقعی نه اسطوره‌ای که در تورات ذکر شده همه شاهان ایرانی هستن، از کوروش و نمیدونم داریوش و اردشیر و اینها، خشایارشا، اینا همه شاهان یهودی هستن که همه در تورات اسمشان آمده. بعد شما در اون ویدیویی که نگاه بکنید سخنان یک دانشجو میبینید که در تلویزیون ایران پخش میشه. شما ببینید اینها حرفا رو میزنن، هر حرفی که ما اینجا میزنیم از ما خیلی بدترش تو ایران. من تمام این چیزی که تهیه میکنم مثلا نگاه این تلویزیون های به اصطلاح لس آنجلس و واشنگتن و این طرف دارن اونجا، من میرم تلگرام های ایران، چه بسا 3-4 سال پیش با یکی از دوستای خودم، از این دوستای دوم و خوردادی بهش گفتم دوست عزیز من میتونم این ویدیو خودم تو تلگرام شما بذارم برات بد نیست؟ و آقا چمنا را خدا پدرت بیامرزه، حرفی که تو میزنید ما خیلی مؤدبانه است، تو ایران ما تو تلگرام همه این حرفا را میزنیم. اینه که اونم گذاشتم. بعد جالبه شما برید یک سپاهی، یعنی کسی که تو جبهه جنگ بوده، صاحب یه چیز بوده، سپاهی های دیگه میان کتکش میزنن، گردنش میشکنن، این تو بیمارستان داره یه پیامی میفرسته برای حسن نصرالله که آقا نوش جانت هرچی خوردی بخور و خانمم برای تو، این حرف از اون. بعد دوباره توی اون این کلیپ ها رو من همه رو سرهم کردم، در مورد زلزله تهران داره صحبت میکنه، یعنی حرفی که من 2 سال پیش های سربی حتی با شما زدم که الان نگرانی ما اینه که زلزله تهران وقتی که اگر 7 ریشتری بیاد فقط در شهر تهران 2 میلیون نفر میمیرن، نه اینکه برن زیر آوار، بلکه پاشان میشکنه، دستشان میشکنه. و اینها به خاطر که ساختمان ایران طوری ساخته شده اصلا راه اینی که کسی بتواره به اینا برسه کمک بکنه بسته میشه و اینها از گرسنگی و تشنگی میمیرن. یعنی 2 میلیون نفر اینطوری میمیرن، ولی 1 میلیون نفر هم خدای نکرده برن زیر آوار و اینا اونجا خود. و این مسئله زلزله تهران یه چیزیست که از سال هاست، 20 ساله که دانشمندان ژاپنی آمدن، بعد
شما میبینین استاد دانشگاهی داره صحبت میکنه، یه آیت الله میاد میگه با اگه ما صدقه بدیم این چیزا کم میشه از ما. و بعد از همه جالبتر شما سخنان معاون مجلس شورای اسلامی از اسمش الان یادم رفته، خبرگان آقای نه لاجوردی میگیم یا خبرگان، نه لاهیجانی، لاریجانی که رئیس معاونش، که اتفاقا آدم بسیار بسیار فهمیده و خوبیه، یه 5 دقیقه صحبت میکنه و اینها شنیدنی. اون ویدیو اول 17 دقیقه است که ما الان حدود 10 دقیقه دیگه وقت دارم با شما مزاحمتان باشم دیگه نمیتونیم اونه، ولی خواهش میکنم اینه بریم این کلیپ ها رو من سرهم کردم و به صورت یک ویدیو تو یوتیوب گذاشتم برای اینکه ببینیم و روشنگری که نه چون آقای چمنارا هر دوی این ویدیوها رو روی فیسبوک، هم فیسبوک خودم هم روی فیسبوک مردم تیوی زیر این ویدیوی شما گذاشتم، گفتگوی رایج در کوچه و بازار. آخرین کلیپ هم همون موضوع قانون اساسی است که آقای خاتمی، که من همیشه در مورد قانون اساسی صحبت میکنم، میگم آقا این کلیپ شما فقط گوش بدید 1 دقیقه است. آره ما اینجا پخش کردیم، برای ما گذاشتیم که اصلا کردین ثابت میکنه که مردم هیچ کاره هستن، یعنی میگه که مردم هیچ کاره هستن، ما هر کاری دلمون بخواد میکنیم. بله ببینید شما درباره زلزله صحبت میکنید، اخیرا توی تلویزیون ایران هم مخصوصا در رابطه با زلزله هم کرمان هم کرمانشاه صحبتای شده، ولی مثلا اون کسی که به عنوان پدر زلزله میاد میگه که تهران جای خطرناکی هست و با این نوع ساختمونا همون به قول شما راه فراری هم نیست و اینا، ولی وقتی ازش میپرسن شما خودت کجا زندگی میکنی میگه تهران. یعنی آخه ببینید اگر کسی اینقدر مطمئنه، من یادمه یکی از دوستانمون اتفاقا ایشون بهایی بود به من میگه که سوربی بلند شو از این واشنگتن بیا به طرف تگزاس، چون اگه بخوان جایی رو بزنن واشنگتن رو میزنن. خب خودش رفته تگزاس، میدونید، یعنی مردم اینا رو باور نمی کنن، چون میگه آقا اگر تهران به اصطلاح ببخشید حتی جوک میسازن میگن طرف ایانا میخواد تهران خرید کنه خونه و این چیزا، اینو گفته که قیمت ارزون بشه، ضمناً دلار هم رفته بالای 4000 و اینها. در هر صورت دوستان ویدیوها رو من گذاشتم روی ویدیوی امروز آقای سهراب چمنان. زلزله تهران یک موضوعی است که حدوداً بعد 25 سال پیش بود، 30 سال پیش بیشتر ممکنه هم از بود. یه عده دانشمنده، من چون تو همین کارهای آبهای زیرزمینی و اون کار مهندسی با خیلی از استادای دانشگاه‌های زمینشناسی در ایران رفیق هستم و دوستم، باشن مکاتبه داشتم، می‌نشستم پای صحبت‌هاشون. اینها همه در مورد این گسلی که اتفاقا در شمال تهران هم این گسل هست، یعنی اون از فرمانیه و از نیاوران بگیر همینطوری بیاد تا میرسه به گیجا و اونجا این گسل اینطوریه. نکنه شما هم بخواید آقای چمنارو، نکنه شما هم بخواید شمال تهران خونه بخرید. نه حالا من نگاه کنید، من اتفاقا مشکلی که در تهران دارم هواشه. بله بله، من هر موقع میرفتم ایران که تا 7 سال پیشم میرفتم چون اونجا کار داشتم و اینا، و دیگه نمیتونم، بعد در تهران نمیتوانم 1 هفته بمانم و روز هفتم سینه درد و گلو درد میگیرم و باید برم بیرون. به همین دلیلم است آخرین باریم که میرفتم تهران با همین چیزها که شرکتشان در خیابان کاخ بود اونجا که خیلی هوا بد بود، شرکت پارسکانی که اینا همه زمینشناس بودن و اینا، میگفتم آقا این راه بلنجک ایستگاه اولش، نه ایستگاه دومش، اونجا یک چشمه هست و یه رستوران کباب، جلساتمونو بیاریم اونجا، که ما اصلا شده بودیم جوک اینا که آقا چمنا رو از آمریکا آمده اینجا نمیاد تو شرکت ما. گفتم آقا باور کنید من نمیتونم در خیابان کاخ نفس بکشم، اینه که به علت یک سینه ضعیفی دارم نمیتونم من مشکلم هوای تهرانه که نمیتونم برم. حالا هوای تهران چه شماله چه جنوبش همش یکسانه و الان شهر 13 میلیونی. آقای سوربی ما با هم خیلی حرفا داریم، اگر یادتان باشه من در آبهای زیرزمینی همیشه به شما خواهش کردم آقا پشت سرتان
اون اکثر بذارید که اول این بودیم حالا این شدیم و بعدن این خواهیم شد. منتهی شما همین عکسای چت میذارین یه درم میبرین توی این که این آفیس شماست که میگن نگاه کن این با این آفیس چندین میلیون دلاریش حتما از جمهوری اسلامی یه چیزی بهش میرسه، یه همچین آفیسی به این مرتبی داره، در حالی که من و خودتان میدونیم که اوضاع چه قراره. ممنونم از شما. خب دوستان عزیز، با آقای سهراب چمن‌آرا هستیم. ویدیوهایی رو که ایشون تهیه کرده و گفتن روی همین ویدیو گذاشتیم، روی فیسبوک هست. این ویدیو رو جداگانه درست میکنم روی یوتیوب میذارم و تا هفته آینده هم هر روز از تلویزیون مردم پخش میشه. خب آقای چمن‌آرا، شما اون فلسفه 2020 یا 2020 رو میگید که ما وقتی شروع بشه خودش به اصطلاح راه حلش هم همراهش میاد، ولی باز هنوز همون سؤاله، چون من یادمه من بودم تو انقلاب، من توی حکومت نظامی بودم، من شبنامه های اینا رو دیدم، بعد اون ماجرای دولت موقت رو چجوری اینا ارگانایز اومدن، اصلا کاملا همین دوست نادانی که ما داریم یه دفعه گفت که خمینی رو تا شب انقلاب کسی نمیشناخت. گفتم برای که شما دوا میکشیدی تو سوئد با دخترها بودی نبودی، منی که ایران بودم نوارای خمینی وقتی من کلاس شیشم بودم، یعنی 1968 کلاس 11 بودم نواراش میدیدم. بله بله، اولی نوارش یادمه، یه نواری کرده بود شاهنشاه ریامر، گفته بود کاری نکن که من چکمای پدرمه بپوشم، و آقای خمینی گفته بود چکما به پای تو گشاده. این فرمایش شما کاملا درسته، یعنی آقای خمینی سالهای سال، حالا حتی داستانش طولانیه، بخاطر یا بعضی ها میان میگن که اینها آمدند و موج سواری کردند و انقلاب رو دزدیدند، من میگم انقلاب رو از کی دزدیدند؟ شما به من بگید مثلا پان ایرانیست اون موقع راهپیمایی میذاشت، به اصطلاح جبهه ملی راهپیمایی میذاشت، حزب کارگران چپ راهپیمایی میذاشت، کی بود که اینها اومدن از اونها دزدیدن؟ به خاطر همین که حقیقت رو ما قبول نمی کنیم، وقتی که شما ماشینت خراب باشه هی همسرتون فامیلتون بهتون بگن این ماشین خرابه، هی شما بگید نه ماشین خراب نیست، این بنزینی که اینجا زدم بد بود، حالا من میرم جاده بنزین که تموم شد یه بنزین خوب میزنم، چون شما گول خودت میزنی این ماشین شب شما رو میذاره کنار جاده. متاسفانه این جنبشای ما که الان ما رو گذاشتن کنار جاده، دوستان برای اینه که آدم بی سوادی میاد راجع به 50 سال پیش صحبت میکنه، وقتی ازش میپرسی 50 سال پیش کجا بودی میبینی یه آدم ناموفقی بوده رفته. آقای سهراب چمن‌آرا یه آدم موفقیه، اینقدر والامنشه که میگه من یه کارگرم، ولی کسیه که نیروگاهایی که درست کرده، نیروگاهایی که دیزاین کرده دارن کار میکنن، اینجا هست، هندوستان هست، کار میکنه. ولی اونا به هر کدومش میگی شما چی هستی، میگی من آنم که رستم بود پهلوان، هیچ چیزی ندارن، فقط یه چیزایی رو میگن که مردم خوششون بیاد. دوستان آخوندا موج سواری نکردن، آخوندا این موج رو از سال 1341 حتی قبل از 42 انقلاب سفید که شروع شد درست کردن، روی این موج سوار شدن، سرفینگ یاد گرفتن و با برنامه یک قدم یک قدم یک قدم آمدن جلو. حالا هیچ کدام از این دوستان برنامه ندارن، اگر کسی برنامه ای داره بیاد بگه. من بارها گفتم با صد رحمت به آقای خدا پدر شما رو بیامرزه، بله آقای چمن‌آرا که اقلا میگه برنامه من اینه و میگه برنامه منم تا 2020 امکان پذیر نیست چون شرایط حاضر نیست. اما درباره 2020 و شرایط حاضر بودن، دوستانی سه‌شنبه هفته گذشته دوشنبه به من زنگ زدن که فردا بیا میخوایم بریم سراغ آقای ترامپ و ازش بپرسیم که قولی که دادی به ای خب شما با این خندتون، شما با این خندتون جواب من دادی، قولی که دادی درباره ایران چی عملی میکنی؟ اتفاقا با یه آقایی که مقام بالایی هم داره، سنی هم داره، هم در دوره شاه هم در دوره این شیخ، و برای من واقعا روز جمعه روز تعجب آوری بود که ایشون میگفت که به زودی ترامپ ایران رو آزاد میکنه و سازمان ملل میاد انتخابات آزاد میذاره. من ازش پرسیدم سازمان ملل کارش اگه تازه بگیم نظارت بر انتخابات هست،
هر کشوری که اینا رفتن نظارت کردن، بعد نتیجهش دیدیم که مکافاتی شده و قرار نیست سازمان ملل بیاد. میگو نه آقا میان. گفتم مثل کجا؟ گفت مثل سوریه. میگم سوریه سازمان ملل رفته این حکومت صدام رو چیزو بشار اسد براشون گذاشته. در صورت خیلی من متاسفم که بعضیا یه چیزایی رو به قول شما از تلویزیونای لس آنجلسی شنیدن، بعد مثل توتی تکرار میکنن. شما امیدی دارید به این آقای ترامپ، یا الان که تو دردسر افتاده خودش و خانوادهش رو به این مرداب و این گرداب به اصطلاح بدهکاری به بانک ها، بدهکاری به روسیه، چی فکر میکنید؟ به عنوان دوباره این دلته ما چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم، ولی قبلا خدمت شما عرض کردم مسائل اقتصادیه و اصلا اینها تمام کارهایی میکنن برای تثبیت رژیم جمهوری اسلامیه و تمام این دعواها و صحبتها هم که میکنن دعواهای زرگریه و دعوام از این قراره که به اون میگن تو موشکت با هوا کن، که اون دو سال پیش بود آمدم گفتم به میگن فش بشته و بالا کن بریم ضد فش بشن و عربا بفروشیم و این ثابت هم شد که آقا رفت اونجا 300 میلیارد دلار اسلحه به این فروخت، ابوظبی و نمیدونم اینا هم دارن اسلحه میخرن، خب اصلا باید مصرف بشه، چطوری مصرف بشه؟ اینا همش مسائل اقتصادی، یعنی شما جنبه های اقتصادی باید این کار، و هر کاری هم که آقای ترامپ میکنه فعلا برای فروش اسلحه هست. در کره شمالی هم همین داستان بود، اولش که این داستان هم چیه خود کره جنوبی میگفت که آقا بذار من برم با کره شمالی مذاکره بکنیم، گفت نه 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 ما میخوایم به اینا حمله بکنیم فلان بکنیم، تو اول بیا ضد موشک از ما بخر، که حدود 10 میلیارد دلار هم با اینا قرارداد بستن با ژاپن، هم ژاپن هم گفت ما خود ما اسلحه میتیم، گفت نه نه شما اسلحه تولید نکنید ما بهتون اسلحه میفروشیم، که ژاپن هم باید بره از آمریکا اسلحه. اینا وقتی که ستل داون بشه، حالا برمیگردیم به داستان ایران. شما در کتاب 2020 اولا شما اینه بدانید که شما با موضوع با یک مسئله شروع کردید که انقلاب ایران چطوری، بله خود آقای بازرگان گفت رهبر انقلاب شاهنشاه آریامهر بوده و من در ویدیوام گفتم که این پدر و پسر هر دو از خدمتگزاران و ایران دوستان تاریخی این تاریخ ما بودن، منتها اشتباهی کردن قانون اساسی اجرا نکردن، که حالا اون داستان طولانی داره از داستان قوام سلطنه بگیرید تا آقای دکتر صدیقی و سه امضا و اینها، و خود شاهنشاه آریامهر هم در آخرین سخنرانیش که گفت قانون اساسی منتهی که دیر شده بود. به هر حال قانون اساسی چشم اسفندیار این رژیمه که این رژیم با تغییر قانون اساسی عوض میشه، نه حمله نظامی آمریکا و این دوستان که فکر میکنن آقای ترامپ میتونه کاری براشون بکنه. همه مثلا الان میگن که دیگه کارد به استخوان مردم رسیده، مردم دارن میخوان شورش بکنن، آقا این حرفا چیه؟ مردم هنوز به اون مرحله جوشش اصلی نرسیدن و من به اعتقاد من چون هنوز ارکان هویت ایرانی در ایران هنوز ما زنده نکردیم، اگه توانستیم به یک مرحله برسیم، مثلا کتاب شاهنامه من الان 5 سال تمامه، تایید وزارت ارشاد هم گرفته ولی نمیتونه منتشر بشه، متوجه هستین؟ اینها ارکان هویت ما هستن، شاهنامه فردوسی و این کوروش کوروش بازیایی که میکنن بدون اینکه اصلا بفهمن تو لوحه کوروش چی نوشته شده، اینها البته رفتن و کوروش کوروش بازی کردن و مقبرش رفته اینا، ولی وقتی که شما ندانید تو این لوحه چی نوشته شده و اون تفسیر نکنید، واقعا امیدی نیست که این ارکان هویت، تا زمانی که نه قرآن شما به فارسی نخوانید و به صورت تاریخی ترتیب تاریخی نخوانید فایده ای نداره، چون تا اون موقع یه آخوندی مثل قرائتی میاد هی تفسیر میکنه، یه آخوند بی عمامه هم مثل دوست عزیزمان دوست دانشمندمان آقای صدر اشرافی میاد 2 سال تمام قرآن تفسیر میکنه، ولی اگر شما رفتید و همین قرآن دانلود کردید و من به شما گفتم آقای سربی شما همین 50 صفحه اولش بخوان، 10 صفحه مقدمه‌ای که من نوشتم و 40 صفحه خلاصه قرآن، باور کنید آقای سربی شما یه آیت اللهی میشید که میتوانید با آقای نمیدونم
آقاسی دوست صمیمی خودتون بشینید بحث قرآنی بکنید. منتها شما نمیخوانید دیگه، شما رفتید فقط رفتید چسبیدین به شاهنامه که الان یک استاد شاهنامه شدید برای خودتون در مورد شاهنامه اطلاعاتم، ولی قرآن هم باید بخونید، قرآن فارسی، قرآن راسته. به هر حال به اعتقاد من باید محیط فرهنگی ایران آماده بشه و اون موقع است که ایران آماده یک جنبش تغییر قانون اساسی میشه و اون طبق کتابی که من نوشتم و اون چیزهایی که تجسم کردم در سال 2020 یعنی حدود 2.5-3 سال دیگه اتفاق خواهد افتاد. خیلی ممنون دوستان عزیز، من وبسایت ایشون رو گذاشتم. خوبی کار آقای چمنارا این بوده که تمام این کتاب ها رو به غیر از به صورت چاپی به صورت اینترنت هم روی اینترنت گذاشتن و بهتر این که مجانی هم گذاشتن، یعنی دیگه هیچ عذری موجه نیست. من به نوبه خودم از شما ممنونم آقای چمنارا، بازم اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه خداحافظی کنیم تا به اصطلاح جلسات دیگر. دوستان شما هم اگر مایل باشید میتونید در برنامه ها شرکت کنید، یا مستقیما با خود آقای چمنارا تماس بگیرید یا با من تماس بگیرید تا با هم بتونیم گفت و شنودی داشته باشیم. بفرمایید آقای چمنارا. من از شما خیلی متشکرم. ما حرف زیاد داریم، اگر 10 ساعت دیگه هم اینجا بشینیم حرف ما تمام نمیشه، چون الان 20 ساله داریم حرف میزنیم. بنابراین چون 1 ساعت ما تمام شده، من فقط تشکر میکنم و امیدوارم که یه نتیجه گیری از این صحبت ما دوستان بتوانند بکنند. خیلی متشکرم. ممنونم. آقای خوشنودی میگه که آقای چمنارا فکر نکن که به اصطلاح ایرانی ها بیشتر از شما و چیز صحبت میکنه، الان شما اگه بری ایران بهترین گروگان هستی. مواظب باش. واقعا تو ایرانم حالا یه چیزی به شما میگم، بله یه حرفایی که میزنم جلو چند تا از این مذهبی ها زدم که بعد به هم میگفتن که آقا ول کنی، آقا چمنارا زده انقلاب خودمانیه. متوجه از این، چون ما مثلا خیلی ها حرف از حمله نظامی و سرنگونی رژیم میگه، آقا خدا پدرتونه بیاره، این چه حرفیه که میزنه، این آخوندان بالاخره ایرانیه، ما نمیخوایم. ما فقط میگیم که آقا قانون اساسی عوض کنید، حتی نمیخوایم قانون اساسی هم عوض کنید، یه آیتمش عوض بکنید. او اولش بگید جدایی دین از حکومت، همین یکیه بکنید، 90% مسائل ما تو ایران حل میشه. منتها همین تغییر قانون اساسی هم که یک تغییر خیلی آرامی خواهد بود و هیچ کسی هم با کسی دعوایی نداره، ما کسی نمیخوایم اعدام بکنیم، فقط میگیم ما قانون اساسی عوض کنید همه چی درست میشه. بله ممنونم. یکی از دوستانی که توی کار به اصطلاح آموزش پرورش کالیفرنیا هستن نوشتن آقای چمنارا محیط ایران فکر کنم یک قرن طول بکشه تا درست بشه. نه باید عوض بشه. نه فقط همون که الان اینها حربشان خرافاته، متوجه هستی؟ و من علت این که قرآن راستینه دارم تبلیغ میکنم فقط به خاطر همینه که شما اگر قرآن راستین همون 40 صفحه اولش اگه خواندید متوجه میشید که آقا شما همونطوری که خودتون اولش یه چیز خوبی از پدر پرسید که بهترین دین چیه و رومی بهش اون جواب داد، این شاهکاره، متوجه هستید؟ بله. در مملکت ایران همه، من برخلاف عده‌ای که فکر میکنن اینطوری نیست، شما کافیست فقط مردم قرآن به فارسی و با ترتیب تاریخی بخونید، تمام این کمکرانی ها و نمیدونم تمام اینها خل اصلاح میشن. میخواییم بحث تمام بکنیم و تا بحث میاره دیگه. ممنونم از شما آقای چمنارا، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، به امید دیدارتون در برنامه های آینده. خیلی متشکرم، خداحافظ. خدا نگهدار، به امید دیدار. دوستان عزیز با آقای سهراب چمنارا بودیم، ویدیوهایی رو که ایشون گفتن روی فیسبوک گذاشتم، روی یوتیوب هم سعی میکنم. خب دیگه اگه به فیسبوک و یوتیوب دست به اصطلاح میتونید چی میگن برسید، میتونید اونا رو هم ببینید و همه کار رو از ما نخواهید، خودتونم یه قدمی بردارید. بازم از ایشون ممنونم و شما هم اگر صحبتی دارید، سوالی دارید، نظری دارید، مخصوصا مخالفین خیلی
ممنون میشیم اگر تماس بگیرید و نظراتتون رو بگید. روز و روزگار بر شما خوش. برنامه ها رو پی میگیریم با اون برنامه هایی که گفتمتون در تلویزیون مردم، به این صورت هست که یک بار که به صورت زنده پخش میشه این برنامه ها تکرار میشه تا برنامه جدید اون دوستی که اینجا برنامه داره باز بیاد. یعنی بهترین موقعیتی که شما هم برنامه های خودتون رو در تلویزیون مردم داشته باشید. روز و روزگار بر شما خوش.